بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. چون که مستحضر هستید، در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه بهار قرآن، ماه مهربانی و عطوفت و دوستی، ماهی که در فضیلت و جایگاه آن هیچ زمانی و هیچ ماهی نمی رسد. امیدواریم که همه بینندگان عزیز از این ماه نهایت استفاده را ببرند و از نسیم رحمت الهی که در حال وزیدن هست همه ما در معرض آن قرار بگیریم و از الطاف الهی بهرمند باشیم. امروز به یک موضوع دیگر از موضوعات بسیار بسیار مهم و اساسی می‌پردازیم که عبارت است از خوش اخلاقی و خوش زبانی و مهربانی در خدمت مهمانان بسیار عزیز و ارجمند، از جمله خانم حسینی مدیر مدرسه امام جعفر صادق هستیم. قبل از اینکه از بیانتون استفاده کنیم، فقط اشاره کنیم که مهربانی و عطوفت و خوش اخلاقی در همه زمان ها بسیار مهم و خوب است، خصوصا این که در ماه مبارک رمضان ما مهربانی را و خوش رفتاری را و خوش گفتاری را به عبارت کلی حسن اخلاق را و اخلاق نیکو را تمرین کنیم. با همه مردم، با همه کسانی که در ارتباط هستیم، خصوصا با اعضای خانواده و کسانی که ارتباط بیشتری با آنها داریم، با همسایگان، با دوستان و کسانی که با ما نزدیک هستند و به نحو اعضای خانواده ما به حساب می آید. برای توضیحات و تبیین بیشتر این موضوع در خدمت خانم حسینی هستیم. خانم حسینی، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. قبل از اینکه برنامه را شروع کنیم، یک سلام علیک با بینندگان عزیز داشته باشید و بعد هم می‌پردازیم به مباحث بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و انه خیر الناصرین و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سلام عرض ادب خدمت همه شما بیننده های گرامی و سلام ویژه خدمت مهمانان گرامی که در این جمع حضور دارن. خب اولا ماه مبارک رمضان را برای همه شما تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوار هستم در این ماه همگی من و شما بتوانیم نفس خودمان را و همچنین بتوانیم خیلی از کارهایی که در این ماه قرار انجام بتیم و به انجام برسانیم انشاءالله. خب خانم حسینی، در ماه مبارک رمضان قرار داریم، موضوعات گوناگون و مختلف قابل و بحث و بررسی است که ما در برنامه ضیافت نور با توجه به کارشناسان به موضوعات مهم می‌پردازیم. یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در جامعه ما در افغانستان اهتمام جدیدتری به آن داشته باشیم و توجه بیشتری به آن داشته باشیم، مسئله خوش اخلاقی و رفتار نیکو هست. این مسئله و این موضوع چه اهمیت و جایگاهی دارد در اندیشه دینی، تا انشاءالله برسیم به مباحث بعدی. خب در قدم نخست اول باید همین خوش اخلاقی و یا رفتار خوب و یا نرم بودن را باید تعریف بکنیم. بله. خب اول باید تعریف بکنیم که چی تعریف داره. خود اخلاق از کدام واژه گرفته شده؟ دقیقاً. خب اصل خود اخلاق میگه بر وزن افعال هست، یک کلمه عربی و واژه عربی است بر وزن افعال. بله. که کسایی که صرف نحو میخوانن بهتر میفهمن که بر وزن چی میشه. بر وزن افعال. بله. خب ما در باز جمعش میشه خلق، یکی خلق داریم و یکی هم خلق داریم. بله. خلق به ویژگی های نفسانی انسان گفته میشه، اما خلق به ویژگی های بدنی انسان گفته میشه. دقیقاً. وقتی گفته میشود که فلانی خلق نیکو داره، به این معنا هست که رفتار، گفتار، کردار و صبر و استقامت این نفر خیلی عالی و زیبا هست. دقیقاً. اما وقتی میگیم که خلق نفر نیکو هست، به این معنا هست که خلقت خیلی قشنگی داره. بله. از قبیل مثلا چشمای خیلی کلانی و یا ابروی پیوسته داره، به این میگه خلق. و بحث ما امروز در مورد همین خلق است و نه خلق. نه. حالا این
بحث از اهمیت خیلی زیاد برخوردار هستن. از چه جهت؟ اگر کسی در جامعه خودش آدم با اخلاق باشه، میتونه در جامعه هم درست خدمت بکنه و هم میتونه اطرافیان خودشان را در تمام حالات در کنار خودشان نگه بداره. اگر کسی اخلاق نیکو نداشته باشه و یا اخلاق پسندیده ای نداشته باشه، بخوای نخوای اطرافیانشان به هر نحوی از اینها آزرده میشن. ولی اخلاق نیکوی ما انواع و اقسام داره که در همین ماه مبارک رمضان اکثریت روی همین صبر و استقامت اینها توجه بیشتر میکنه. به این خاطر چون میگه در ماه مبارک رمضان شما گرسنگی و تشنگی اینها را تحمل میکنین، در حقیقت یک بود بزرگ به نام صبر از اینجا یاد میگیرین. و ما در حقیقت در ماه مبارک رمضان که قرار داریم، در تمام حالات باید این بود و همچنین بودهای دیگه از اخلاق را مد نظر بگیریم و مخصوصا در ماه مبارک رمضان که این بود رویشان بیشتر تاکید میشه و بیشتر دست رمزی مانده میشه. و من از تمام خانواده ها مخصوصا پدرها و مادرهایی که ما را میبینن و یا حرفای ما را میشنوه تقاضا میکنم که در تمام حالات این اخلاق نیک پسندیده را اگر میخواین واقعا در تمام رشته ها در تمام حالات، اگر پدر هستی در محیط پدری خود، اگر مادر هستی در خانه در محیط مادری خود، اگر خواهر هستی به عنوان یک خواهر، برادر هستی به عنوان یک برادر، اگر اخلاق نیک داشته باشی بفهمین که همیشه نقطه برد و یا همین برگ برند اولی به دست شما داده میشه. در غیر صورت همیشه در همان یک گوشه خود خواهیم ماند و هیچ وقت نه در خود و نه در جامعه خدمت نخواهیم دانست. پس از این فهمیده میشه که اهمیت این نرمخویی و یا همین اخلاق نیکو خیلی زیاد هست که میتونه زندگی انسان را به طور معنا یا این طرف به سقوط برسانه و یا اون طرف کاملا برگ برندر به دست جان بده. دقیقاً. بسیار به نکته خوب اشاره کردید خانم حسینی. خب متاسفانه گاهی بعض از افراد در ماه مبارک رمضان به خاطر سحر خیزی و روزه گرفتن، حالا تحمل تشنگی و گرسنگی و اسایر مشکلاتی هست، چنان بد اخلاق میشه که هیچ از اعضای خانواده نمیتونه بازو صحبت کنه و حرف بزنه، در حالی که مسئله عبادی سر جای خودش و خود خوش اخلاق بودن هم یک نوع عبادت است. خصوصا در برخ از روایات و آموزه های دینی ما تاکید شده که روزدار باید اخلاقش نیکو شود. یا همون آیه قرآن کریم که در اول قرائت کردم که خداوند خطاب به پیامبرش میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفظ من حولک، که اگر تو غلیظ القلب بودی و نامهربان بودی به عبارت بسیار ساده، مردم از اطراف پراکنده میشدن. در واقع خانواده ها باید کوشش کنند که با مهربانی تمام اعضای خانواده را جذب خود کنند. خب خانم حسینی، اخلاق نیکو در تحکیم خانواده چه نقشی داره؟ متاسفانه یک از مشکلاتی که ما کم و بیش در جامعه خود با آن مواجه هستیم مسئله طلاق و در واقع متزلزل شدن خانواده ها به نحوی هست. اگر اخلاق نیکو داشته باشه زن و شوهر و کسانی که زندگی مشترک دارن، چه کمک میکنه که خانواده از این های خانواده مستحکم و قوی بشود انشاءالله. در این رابطه باید بیان بکنیم که انسان هر کاری که میکنه باید بنیاد و اساسش از ریشه مستحکم و عالی کار بکنه روشن. حالا هر پدر مادر در خانه وقتی میخواد فرزند تربیت بکنه، باید بعضی نکته ها و در بعضی نکته های دیگه خیلی زیاد به صورت جدیوار سرش کار بکنه. از جمله ای که همین اخلاق روی فرزندان خیلی تاثیرگذار هست، چی اخلاق بد و چی اخلاقی بد. حالا در اینجا یک مثال میزنم، میگیم رابطه پدر و مادر با فرزندانشان همانند رابطه علت و معلول هست. دقیقاً. خب تا علتی نباشه اصلا معلول به وجود نمیایه. هر قسم همون علت باشه معلول عیناً همون گونه به وجود میایه. یا مثال دیگر میزنیم، میگیم رابطه پدر و مادر نسبت به فرزندشان همانند رابطه‌ای که صورت خود به آینه میبینیم. اگر صورت ما قشنگ باشه، آینه قشنگ به ما نشان میده که تو زیبا هستی، اما اگر صورت ما خدای نخواستم شلخته و پلخته باشه و یا حالت منظمی نداشته باشه، آینه عیناً همون رو نشان میده. اگر ما و شما میخواییم در آینده و یا در جامعه خودمان بهترین فرزندان را تقدیم بکنیم،
در قدم نخست این پدر و مادری که بنیاد و اساس خانواده هسته روی اخلاق خودشان باید خیلی دقت بکنه. به خاطر اینه که اگر پدر و مادر بد اخلاق باشه، عیناً همان را فرزندان یاد میگیره. اگه بد زبان باشه، اگه بد رفتار باشه، اگه دروغگو باشه و یا هزاران رذایل دیگه اخلاقی که در وجود پدر و مادر باشه، فرزندان عیناً همان را به خود میگیره. کنده که عین او میشه. حتی گاه قاد ما دارم در جامعه ها، اگه پدر 50% بد بود، پسرشان 70% از او بدتر میشه. و برعکس همچنان داریم. اگه پدر و مادر نیکوی باشه از لحاظ اخلاق و از لحاظ تربیت خوب داشته باشه و خودشان تربیت درست بکنه، پدر مادر اگه 80% خوب بود، فرزندانشان 100% خوب میشه. بسیار عالی. به قول مولانا که این جهان که است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. میگه هر عمل را که شما انجام بدین، مثل این که انسان در کو یک صدای به اصطلاح بزنه و صدا منعکس میشه به نحوی به سوی خود ما. رفتار با اعضای خانواده از جمله با فرزندان همین نقش را داره. خصوصا این که اگر صبر و پایداری نباشه، که در واقع روزه گرفتن خودش یک نوع تمرین صبر است، بسیار از خانواده ها به دلایل بسیار جزئی متاسفانه متزلزل میشه. یعنی مشکل خاصی نداره، یک سری از مشکلات و گرفتاری ها واقعا در همه جوامع هست و جامعه ما خالی از این موضوع نیست. نکته دیگر میتونم اشاره کنم. بسیار خوب. نکته ای که در همین خانواده وقت مشکل به وجود میایم، ما علت اصلی را مد نظر نمیگیریم، پشت علت فرعی میریم. وقتی پدر و مادر همیشه پشت علتهای اصلی بگردن و علت اصلی رو پیدا بکنه، هیچ وقت در زندگی خودشان مشکل نخواهی داشت. در همین رابطه یک مثال خیلی زیبایی وجود داره. میگه وقتی شما دمو اصل دمو جکشن برق یک مشکل به وجود میایه، ما در خانه های خود ما فیوز داریم. وقتی در اصل جکشن مشکل به وجود میایه، ما از اینجا زود تکده همان فیوز میکشیم که در خانه کدام خرابی به وجود نیاره، آتش سوزی زیاد نشه. این باعث میشه که آتش سوزی در همان یک مکان باشه، دیگه بیشتر از این بروز نکنه. وقتی میبینیم که در خانه پدر و مادر با همدیگر مشکل دارن، باید یکی از اینا همان قسم که فیوز قطع میکنه، اینا یکشان مکان خود تغییر بده. حالا بیشتر خواهرها یا آقایون کدومش؟ گاهی اوقات زن جماعت صبوری پیشه میکنه، از خود گذشتگی میکنه، خب باید مکان ترک بکنه. اما گاهی اوقات وقتی جدی پیش میرن، اگه میبینه که نه زنش خیلی واقعا یا خانومشان جدی هستن، مردشان خانواده را ترک بکنه. ترک کردن مکان و یا گذشت از همان حرف و یا حرف به حرف دیگه تبدیل کردن این دوتا زوج که با هم دیگه در اختلاف هستن، به مانند اینه که ما فیوز از اونجا خطا دادیم. دقیقا. یا فیوزش کشیدیم که دیگه درگیری بیشتر به وجود نیایه. و اگر پدر مادرها این نکته ها رو مد نظر بگیره، هیچ وقت در زندگیشان مشکل پیش نخواهید آمد. بسیار عالی. خب کسانی که به هر حال در سنین میانسالی و حتی پیری رسیده است، حالا اختلافات یا انشالله کلن از بین رفت یا حد اقل رسید یا خیلی جدی نیست، بیشترین مشکلات روی زوجه های جوان است، کسانی که تازه تشکیل خانواده دادن که انشالله خداوند به توفیق خودشون بیفزایه، اینها باید چی کار کنند که یک زندگی شیرین و خوبی داشته باشه و با آسیب های کمتری با واجه باشه؟ نمیگیم که اصلا آسیب و مشکل نباشد. از این قسمت خانم حسینی چی پیشنهاد باشی، نظریات دارین؟ در این رابطه باید گفت که اول وقت همین دوتا زوج با همدیگر میرسن، باید ببینیم که اینها از چی طریق میرسن. بله. این را همچنان باید از همون اولش مد نظر بگیریم. بله. تا جایی که خودم چندین جای با ما مراجعه کردن و یا خودمان پیش چشم خود دیدیم، چشم دیدم، و این هست که اکثر خانواده هایی در مشکل مواجه میشن که اینها از همون اول انتخاب درست ندارن. کف مناسب نبودن. هم کف نبودن. بله. وقتی هم کف نباشن خود طبعاً، یا مثلا مثال دیگه مد نظر بگیریم، فکر بکنیم که شما دو چیز خیلی باسواد هم رو کنار هم گذاشتین. بله. آره. یا مثلا جگ آب رو با در کنار گلاس آب گذاشتین، درک او به اندازه خیلی بالا، درک به اندازه پایین هست. این مشکل، این نکته خیلی مشکلات زیاد را ایجاد میکنه. و ما و شما اگر میخوایم که میان زوج های جوان ما که حالا دفعه هستیم مشکل نباشد در ماه مبارک رمضان و یا در ماه های دیگه یا همیشه برشان مشکل نباشه، باید از اول مد نظر بگیریم که این دو نفر را از چی طریقی یا
زنان آیا همکف بودن از اونان مد نظر گرفتیم یا نگرفتیم، از چه طریق این دو نفر ما با هم رساندیم. وقتی این نکته مد نظر گرفته شد، ناخودآگاه این دو تا زوج همیشه با هم دیگر تعامل خواهد داشت. اگر نه که این مد نظر گرفته نشود، هیچ وقت مشکلات از اینها حل شدنی که نیست. هیچی تازه نسل اندر نسل اگر ادامه پیدا بکنه، تا جایی که ما دیدیم حتی بعضی نواسه هم دارن، جنگ و جدل در بینشون یا حتی نواسه هم دارن، باعث میشه که اینا از همدیگه جدا شون و در یک خانه زندگی یکیشان بکنه، در دیگه خانه در دیگیشان پیری رسیدن، پیری خیلی وقت برای زندگی ندارد. پس مشکل اساسی را باید در نظر بگیریم که این دو تا زوج جوان از همان اول پایه اول باید درست بانه. بسیار عالی. واقعا مسئله همکوف بودن خیلی مهم است. مثلا شما اگر بر فرض مثلا یک خانم خیلی باسواد، آقای کم سواد، یا برعکس قضیه یک آقای خیلی باسواد، یک خانم بی‌سواد یا کم سواد، اصلا سبک گفتاری از اینا یا ادبیاتی که به کار میبره فهم تفهیم صورت نمیگیره دیگه. خب تا جایی که امکان داره بله، اما این که دقیقاً ما خیلی معطل کنیم و خانواده رو معطل بسیم که کم کوفی که هیچ گونه تفاوت با هم نداشته باشه، این بسیار سخته. خب در مجموع الان بگذاریم از اون حرفای این است که هم در انتخاب زوجین باید ملاک ها و معیارهای لازم در نظر گرفته بشه. دوم این که واقعا برخی از مشکلاتی که به قول معروف زندگی خالی از مشکلات نیست، باید تحمل و بردباری داشته باشه. با اندکترین مشکلات یک زندگی را که شروع کرده به هم نزنه. خب نمونه های خوش اخلاقی چی است خانم حسینی؟ واقعا ما بگیم فلانی خوش اخلاق است یا فلانی بد اخلاق است، این ملاک چی هست که ما بگیم فلانی خوش اخلاق یا بد اخلاق؟ مثلا نمونه های خوش اخلاقی خب خیلی زیاد هست، اما با عنوان مثال چند تاش اینجا ما بیان میکنیم. دقیقاً یکی از نمونه های خوش اخلاقی همین است که طرف همیشه تبسم بر لب داره. بله. در همین رابطه ما حدیث داریم که میفرماید مؤمن کسی هست که درونش اگر هر قدر غم و اندوه وجود داشته باشه، اما با ظاهر هیچ وقت ابراز نمیکنه و همیشه تبسم بر لب داره. این یکی از نمونه های انسان های خوش اخلاق. و تبسم خودش در ذات خودش خیلی از ارزش زیاد برخوردار هست. به حدی که میگه اگر طرف مقابل غم دیده باشه و تو تبسم بر لب داشته باشی، وقتی او با تو روبرو میشه و تو با تبسمت به دل او یک تبسم ایجاد بکنی، وقتی او به طرف تو ببینه تبسم داشته باشه، او همچنان در حقیقت تو خیلی از اجر و پاداش برده، به خاطر که طرف مقابل با دیدن چهره تو تبسم بر لب پیدا کردن. این یک از نمونه هاشن. بله. نمونه دیگه از همین خوش اخلاق های ما این هست که انسان همیشه خوش گفتار باشه. بله. در همین رابطه یک مثال رو میتونیم ما مد نظر بگیریم. گفتار انسان خوش اخلاق شبیه یک درخت میوه دار میمانند. بله. درخت میوه در هر فصلش برای ما و شما ثمر بخش است. دقیقاً. بالفعل همیال دم فصل بهار قرار داریم. وقتی به طرف درخت سیب یا طرف درخت زردالو نگاه بکنیم، خیلی گلهای قشنگی داره و ما وقتی به طرفش میبینیم احساس خوشایند میکنیم. احساس میکنیم که چند دقیقه در کنار همین درخت بشینیم و طرفش نگاه کنیم، هر آن غم و اینایی که داشتیم مکمل از دل ما میره. چرا؟ چون ما محو همان درخت میشیم. بله. این در یک فصلش. فصل بعدی که میبینیم مکمل در فصل تابستان میوه های آنچنانی بر ما داره و وقت طرفشان سعی بکنیم بازم دیدنی هست و از میوهشان استفاده میکنیم. اما در فصل خزان وقت میرسه، در فصل خزان بازم انسان خود طبیعتاً به تفریح نیاز داره. وقتی ببینیم در جایگاه های مخزن درخت های میوه که طرفش دقت بکنیم، برگ های خیلی قشنگی داره، زرد زرد، و آدم به طرفش نگاه کنه حال آدم عوض میشه. و یا بیاییم در فصل زمستان، در هر جایی وقت برف میباره، سر درخت وقت برف میباره یک زیبایی دیگه داره، در هر شاخه هایشان هم تو برف بند میشن. پس از این میفهمیم که یعنی درخت میوه در هر فصلش برای ما و شما دیدنی است و برای در هر فصلش برای ما و شما واقعا جذاب هست. کسی که اخلاق نیکو داشته باشه همانند این درخت است. اگر در حالت غمگین باشه،
بازم برای ما و شما همان آدم خوش اخلاق، همان آدم صبور هست. اگر در حالتی باشه که واقعا کسی دیگه در مشکل مانده و این میخواد مشکلات رو حل بکنه، بازم با یک لبخند به طرف موره، به طرف مقابل احساس میده که نه، این مشکلات چه مشکل نیست، ما هزاران این قسم مشکلات تر کردیم و ما میتونیم با کمک هم این مشکلات رو حل بکنیم. بسیار عالی. و در حقیقت این کسی که خوش اخلاق هسته، همون قسم که هر فصل همون درخت برای مردم جذاب بود، این نفر همچنان برای همه اطرافیان خودشان میتونه همانند این درخت باشه. ده. از گفتارش کسی استفاده کنه، از رفتارش و یا حتی از نگاه‌هایشان و یا حتی از طرز نشستنشان، اینا کلشان نمونه هایی از انسان هایی هستن که خوش اخلاق هستن و هزاران نمونه های دیگه که ما در اطرافیانمان میبینیم واقعا. و در اینجا یک نکته را اشاره بکنم، اگر کسی میخواد واقعا در زندگی خودشان خوشبخت باشه، باید سه نکته را مد نظر بگیره. یکی خوشگو باشه، بسیار خوب، خوشرو باشه، بله، و خوشرفتار باشه. بله. این سه تا نکته ای است که میتونه تمامی انسان ها را واقعا در تمام عرصه های زندگیشان موفق و کامگار بکنه. در غیر صورت به هر نحوی از هر جامعه به هر دلیلی زده خواهد شد و اینجا هست که هیچ وقت زندگیشان رو برد و پیشرفت نخواهد بود. بسیار عالی خانم حسینی، واقعا استفاده کردیم از بیانات شما. یک جنبندی کوتاه‌تر داشته باشیم، مسئله اخلاق و رفتار نیکو و گفتار نیکو و پندار نیکو در واقع یک چیزی بسیار بسیار ارزشمند است در همه جوامع، خصوص در جامعه اسلامی و خصوص در ایام های خاص مانند ماه مبارک رمضان. و همین اخلاق نیکو و گفتار نیکو باعث تحکیم خانواده ها و زندگی شیرین آنها می شود و هر کسی این صفات و خصوصیات را داشته باشد حتما زندگی خوبی خواهد داشت، خصوصا کسانی که زندگی را تازه شروع کردن و در واقع در آغاز زندگی هستند، از همون اول تمرین کنند و آماده شوند برای اینکه برخی از مشکلات را با صبر و بردباری و با اخلاق نیکو واقعا به پیش ببرند و به سرانجام نیکو برسانند. و نکته آخر هم این شد که مسئله تبسم، مسئله خوشگویی و گفتار نیکو چیزهایی است که به قول معروف است خرج نداره، هیچ هزینه ای نداره که بر انسان تحمیل کنه، ولی از اون طرف آثار و پیامدهایش بسیار زیاد است. دیگه قرآن کریم می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی پیروان رسول گرامی اسلام کسانی هستند که نسبت به کفار سختگیر هستند، اما رحماء و بینهم در بین خود رحیم هستند، مهربان هستند، قلب مملو و سرشار از محبت و دوستی و مهرورزی دارند. انشاءالله که در ماه مبارک رمضان این مهرورزی را و اخلاق نیکو را با همه افراد جامعه خصوص با اعضای خانواده خود تمرین کنیم، به یک سرانجام برسانیم. یک وقفه کوتاه داریم، بعد دوباره در خدمت یک مهمان عزیز و ارجمند دیگه هستیم. تا یک وقفه کوتاه بعد برمیگردیم ان شاء الله. سلام مجدد و دوباره خدمت همه شما بینندگان عزیز، خصوصا در روزداران و کسانی که در این ایام با طاعات و عبادات الهی مشغول هستند. انشاءالله طاعات و عبادات همه ما قبول باشد. در خدمت یک مهمان عزیز و ارجمند دیگه قرار داریم، خانم اطهر زکی، محصل و کسی که در علوم دینی هم فعالیت های بسیار خوبی داره، همچنین در فعالیت های اجتماعی که انشاءالله فعالیت هایشان رو خودشان بیشتر برای ما توضیح میدهد. و بسیار خوش آمدین خانم زکی، یک سلام علیک با بینندگان عزیز داشته باشین و بعد در خدمت شما هستیم ان شاء الله. ممنون، زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خالق زیبایی ها عرض سلام و درود و احترام دارم محضر شما استاد بزرگوار و مجری توانای برنامه و همچنان بینندگان عزیزی که ما را از دریچه وزین شبکه راه فردا بیننده هستن. من هم به نوبه خودم فرارسیدن ماه مبارک و پرفیض رمضان و ماه ضیافت الهی را برای شما و بینندگان عزیز تهنیت عرض میکنم.
بسیار عالی خانم زکی، خوش آمدین، صفا آوردین در این ماه مبارک رمضان. برای تیمون و تبرک و نورانیت این محفل اول یک قرائت کوتاه از شما داشته باشیم، بعد بپردازیم به برنامه بعدی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. بسیار عالی خانم زکی، واقعا استفاده کردیم، خصوصا آیاتی که متناسب با همین ایام و مناسبت هم هست. امیدواریم که همیشه موفق و سلامت باشید و تشکر لطف دارم. با قرآن که کتاب زندگی ما مسلمانان است، همه ما و شما اونس داشته باشیم. خانم زکی، ضمن معرفی خود به این نکته هم مگر اشاره کنید که چند وقت است قرائت قرآن و تلاوت قرآن رو به صورت رسمی و جدی‌تر شروع کردید؟ بنده نوری اطهر زکی هستم، محصل سال سوم رشته علوم تربیتی در دانشگاه بین المللی المصطفی. تحصیلات حوزوی ندارم، ولی در حیطه قرآنی تا حد را کار کردیم، بخش قرائت و صوت و لحن و تجوید قرآن، و در همین راستا در همین رشته فعلا مصروف تدریس در سه مدرسه هستم و
در کناری که ما تدریس میکنم و درسی که خودم میخونم فعالیت های فرهنگی در اجتماع همچنان داریم. در سال 1400 خودم با جمعی از همکاران و دوستانم که از قشر طبقه اوناس هستیم یک بنیاد فرهنگی را ایجاد کردیم تحت نام توحید که در اینجا فعالیت های فرهنگی بیشتر را ما انجام دادیم. فعالیت های ما از قبیل برگزاری مسابقه کتابخوانی برای آگاهی دهی جوانان و نوجوانان بوده که این کتاب هم توسط خود ما تدوین شده بود و همچنان کمک و امداد به خانواده های بی سرپرست و نیازمند دیگر از برنامه های ما بوده و همچنان یک سفر تبلیغی در ولایت میدانوردک همچنان داشتیم که دستاورد ما از این سفر این بود که ما توانستیم با خانواده های دانش آموزان مکتب این ولایت جلسه و سیمینار داشته باشیم و با اساتید این مکتب که در همین ولایت وجود داشت یک سیمینار علمی و اخلاقی با اینا همچنان داشتیم و مسابقه بین دانش آموزانشان هم برگزار کردیم و در کنار از فعالیت های دیگری هم بوده فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و دینی و در همین چند مدت اخیر که 15 شعبان ما توفیق و افتخار ای را داشتیم که عروسی 20 زوج جوان را برگزار بکنیم و خودم شخصا تقریبا در حدود 3 سال میشه که همین رشته تلاوت قرآن و بخش قرآنی را دنبال میکنم و مدت 3 سال به صورت جدی تر دنبال کردیم. بسیار عالی خانم زکی، واقعا این مجموع فعالیت هایی را که شما به نحو اشاره کردین چقدر آدم امیدوار میشه که در شرایط مانند افغانستان مجموعی از خانم ها خصوص خانم اطهر زکی منبع خیر و برکت و در واقع خدمت میشه به دوستان و همکاران و مجموعه جامعه افغانستان که انشالله به توفیقاتشون خداوند بیفزایه و امثالشان هم زیاد شوه انشالله در جامعه ما. از چی اساتید بیشتر خود شما استفاده کردین در خدمتشون بودین؟ اگر حتی نام ببرید از اونا تقدیر تشکر داشته باشید هم خوب است، شاید صدای شما رو بشنود و بیننده ما باشد انشاءالله. خب به خاطر فراگیری بخش قرآنی نزد اساتید متفاوت رجوع کرده بودیم ولی در همی چند مدت اخیر که به صورت جدی این رشته رو دنبال کردیم نزد استاد واحدیار عزیز تمرین داشتیم و واقعا مدیون زحماتشان هستم، زحماتی که کشیدن و تشویقات رو که انجام دادن این باعث شد که ما بیشتر بتونیم در این زمینه گام های مثبت برداریم. بسیار عالی. از اساتید طبقه اوناس سالا غیر از خود شما واقعا در جامعه ما وضعیت چگونه هست؟ یعنی کسانی هستند در حد کافی یا نیاز به کار فعالیت داره که با توجه به این که از خواهران خیلی خوب است که از خودشان اساتید تربیت شده و در خدمت خواهران باشه؟ متاسفانه در حیطه مخصوصا تلاوت قرآن کریم صوت و لحن اساتیدی که واقعا ورزیده باشن و چیزی برای گفتن داشته باشن خیلی در طبقه اوناس ما متاسفانه کم داریم. بسیار. و حرف ما برای عزیزانی که صدای ما رو میشنونی هست که بیاین دست به دست هم دیگر داده تلاش کنیم، زحمت بکشیم. الحمدلله شرایط و زمینه خیلی اگر مثلا خیلی زیاد فراهم هم نباشه خیلی وضعیت بد هم نیست. بله. حالا بهترین کار به نظر شخص خودم این هست که از کمترین امکانات بتونیم بهترین استفاده رو ببریم. از همین شرایطی که برای فعلا برای ما وجود داره میدونیم سختی های هم وجود داره ولی شکست قبول نکنیم و یکقدر زود تسلیم نشویم. دقیقا. و جدی اهدافمون را دنبال بکنیم و در این مسیر حالا از طریق اینترنت اساتیدی که بیرون از کشور داریم، اساتیدی که در اینجا هستن، اساتید توانایی هستن، میتونیم که از اینا استفاده بکنیم. خانم اطهر زکی، معمولا انتخاب رشته ها و بسیار از مسائلی که ما در زندگی خود به نحوی به سمتان کشانده میشیم، کلا رشته تحصیلی هنری و هر کار دیگه، یک مشوقه های یک کسانی که ما را به این سمت و سو میکشانه یا به عبارت دیگر تشویق میکنه معمولا وجود داره. مشوق شما کی بود که شما را تشویق کرد که به مسائل قرآنی و خصوص تلاوت قرآن شریف بپردازید؟ خب مشوق
ابتدایی و اصلی ما در این مسیر که ما گام برداشتیم خانواده عزیزم، مخصوصا پدر و مادر مهربانم هستند که واقعا مدیون زحماتشان هستم، در هر شرایطی از ما تا حد توانشان حمایت کردند. و در قدم دوم هم همسر عزیزم که واقعا از هر جهت حمایتم کردند، مخصوصا در این راستا، و خانوادهشان که با حرفایشان، با حالا تشویقاتشان مرا در این مسیر کوشش کردند که ما ثابت قدم بمانم و گام های استوار و مثبت را بردارم. خیلی خوب، واقعا این نمونه هایی است که خانواده ها خصوص والدین میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه که فرزندانشان چی چیزی را بیاموزن و به چی مسائلی بپردازن، و بعد در ادامه هم همسران را در واقع شریک زندگی هر شخصی که اون جنبه حمایتی خود را، حالا گاهی مادی هست، گاهی معنوی است، و هر شکلی که ممکن است اگر حمایت صورت بگیره، حتما فرزندان ما به یک جایگاه قابل قبول میرسن. خب خانم زکی، و از قرآن داریم که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه که قرآن برای مؤمن شفا هست، اونس با قرآن و تلاوت قرآن، اما برای ظالمین خسران و ضرر هست. شما که الحمدلله این توفیق را داشتید در سایه سار آیات قرآن بزرگ شوین به نحوی و خدمات برای جامعه داشته باشین، به صورت مشخصتر اونس با قرآن چه تأثیری یا چه نقشی در زندگی شما داشته که به عنوان یک الگو ما بتانیم برای جامعه دینی خود معرفی کنیم؟ بسیار عالی، سوال بسیار دقیق. قرآن کریم یا بودن با خود قرآن، انس داشتن، برکات و آثار خیلی زیاد در زندگی هر انسانی داره که شاید خیلی شما اصلا متوجه نشویم. ولی شخصا همون قسمی که شما نظر به آیه قرآن شریف اشاره کردین، قرآن شفا هست. یکی ما بیماری جسمی داریم که زودتر متوجه میشیم، ولی بیماری روحی و روانی که غیر محسوس هست و خیلی سریع نمیتونیم تشخیص بدیم، همی که ما با قرآن باشیم و انس با قرآن داشته باشیم، فکر میکنیم که تا حد زیاد بیماری های روحی روانی که از جمله مثلا بیماری حسد، بیماری حالا بخل، بیماری خودبرتربینی، تکبر و غیره، میتونیم که این بیماری ها و صفت های رذیله را در وجود خود به شکل بسیار خوبی کنترل و مدیریت بکنیم. بله. و دیگر از آثار و برکات انس با قرآن که شخصا خودم درک کردیم و متوجه شدم در زندگیم، این هست که خود با قرآن بودن یک حس کاملا آرامش برای انسان میتونه. دقیقاً. چون وقتی ما تلاوت میکنیم آیات قرآن را، در حقیقت ما با خدا هم کلام میشیم، هم صحبت میشیم، و یاد خدا و صحبت با خدا ذکر هست. همون قسمی که میگه دلهای انسان با یاد خدا به آرامش میرسه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دقیقاً. و خودم شخصا اطمینان خاطر و اطمینان قلبی والایی را که از قرآن به دست میارم، هیچ چیز دیگری نمیتونه که را برای من جایش را پر بکنه، و این آرامش من نمیتونم که با چیز دیگر قیاس بکنم. و یکی از برکات دیگری با قرآن بودن یا انس داشتن با قرآن شریف، وسعت رزق و روزی هست. حالا به نظر شخص خودم، رزق و روزی فقط این نیست که ما از لحاظ مادیات تأمین شویم، همین که ما در یک محیط بسیار خوب قرار میگیریم، همین که ما با اشخاص بسیار خوب و نیکو سر و کار پیدا میکنیم، فکر میکنیم اینا رزق و روزی هر انسان هست. و اینا وقتی با قرآن باشیم، مثلا حالا احترام را که مردم برای داره، با اشخاص شریفی که شما سر و کار پیدا میکنیم، اینا همگیش از برکت قرآن هست. دقیقاً. و من در کل میتونم که این حرف را با جرأت تمام بیان بکنم که هر چیزی که ما در زندگی خود شخصا دارم از برکت قرآن بوده، چه زندگی اجتماعی چه زندگی فردی. بسیار عالی. واقعا ما نمیخوایم افراد کنیم یا خیلی اغراق کنیم یک مسئله رو، همین که یک خانم مثل خانم زکی با قرآن مانوس میشه و خدماتی در حد خودش، در حد امکانات به شرایط افغانستان برای این جامعه و این سرزمین انجام میده، بخش برمیگرده به مسئله آیات قرآن. یا مسئله که شما اشاره داشتین، دنیای ما پر از استرس و اضطراب و نگرانی هاست، در حالی که خود خداوند فرموده است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که خود قرآن با اون سبا قرآن خودش ذکر خداوند است. دقیقا. یا همون آیه که در
ابتدا قرائت کردیم که ویزا سالک عبادی عنی فین قریب وجیب و دعوت دا، که خصوصا در ماه مبارک رمضان که فصل دعا است و فصل انس با قرآن است با بیشتر استفاده کنیم. خب تلاوت قرآن در واقع با یک سلسله آداب و نکات که با باید رعایت کنیم همراه است، مثلا مثل طهارت بدن و امثال از اینها. خب حالا در ماه مبارک رمضان قرار داریم، بهار قرآن هست و تقاضای ما این است و به خود عرض میکنیم که مانوس با قرآن شویم، چی آداب را و چی نکات را رعایت کنیم که این انس ما یک انس معنادار و زیباتر و قشنگتر باشه انشاءالله. حالا شاید شیوه های متفاوت وجود داشته باشه و آداب زیاد وجود داشته باشه، ولی به نظر شخص خودم این هست که وقتی ما قرآن تلاوت میکنیم کوشش بکنیم که معنای قرآن را هم بفهمیم، چون قرآن فقط مهم خواندن زیادش نیست. درست است که آثار و برکات خیلی زیاده در زندگی انسان دارن، منتها یکی ما در درجه بالاتر قرار بدیم این هست که ما حتما باید قرآن را بخونیم و بعد از او دنبال فهم و درک قرآن بیرون شیم، چون قرآن وقتی میگیم کتاب زندگی هست و سرچشمه همه علوم از قرآن گرفته شده، بناهن هر آن چیزی را که مثلا ما میخواییم بدست بیاریم و اونا را داشته باشیم، خوب است که ما در قرآن رجوع بکنیم و معنا و مفهوم قرآن را هم بفهمیم و بعد هم اونس با قرآن این نباشه که فقط ما در ماه رمضان الحمدلله مثلا در هفته یک بار بعضی کسا هستن قرآن ختم میکنن، ولی ماهای دیگر اصلا خبر از تلاوت قرآن نیست. بهترین عمل حدیث داریم که همان عملی هست که مداومتی در او وجود داشته باشه. حالا در این ماه مثلا یک قرآن ختم کردیم، اما با درک و فهم بسیار خوب از این قرآنی که تلاوت کردیم یک چیز جدید برای خود به دست آوردیم، یک مثلا حالا تغییر مثبت در رفتار ما، در زندگی ما، حالا در هر بخش باشه برای ما ایجاد شده. و همین قرائت قرآنمون را ادامه بدیم در ماهای دیگر. اگر نتونستیم ماه یک قرآن ختم کنیم، حداقل روز چند آیه قرآن تلاوت کنیم. فقر او ما تیسر من القرآن، حالا یک معنای تیسر است در حدی که میسر هست، در حدی که ممکن هست. خب خانم زکی، وقتاً استفاده کردیم از بیانات شما و پیشنهاد ما به همه خواهران و خانواده های عزیز و کسانی که برنامه ما را دنبال میکنن که مانوس با قرآن باشیم، اگر بخوایم در زندگی خود یک زندگی موفق داشته باشیم و آثار و برکات در زندگی ما باشد و حتی بحثی رزق و روزی که همطور خانم زکی اشاره کرد فقط مسئله مادی نیست، مسئله معنویات به اعتبار است، اینها فقط در سایه‌سار قرآن ممکن هست. و بسیار خوش آمدین خانم حسینی و خانم اطهر زکی که در برنامه ما، انشاءالله در برنامه بعدیم خدمت شما و امثال شما هستیم که در برنامه ضیافت نور استفاده کافی را از خواهران فرهیخته و همچنین برادران و کسانی که به هر حال حرفی برای گفتن دارن در خدمت ها باشیم. خب در ماه مبارک رمضان قرار داریم، یک شعر کوتاه را میخونم، بعد هم التماس دعا داریم از همه بینندگان عزیز. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است. در ماه خدا، ماه ضیافت الهی قرار داریم، امیدواریم که همه ما و شما توفیق داشته باشیم از این ایام و از این ماه پرخیر و برکت نهایت استفاده و بهره را ببریم. کم کم نزدیک می شویم به اذان مغرب و وقت افطار، از همه شما التماس دعا داریم انشاءالله طاعات عبادات همه شما قبول حضرت حق باشد. تا به یک برنامه دیگر همگان را به خداوند بزرگ و لایزال می سپاریم. بدرود. Thank you.